امروز حق هسته‌ای ما همه دنیا پذیرفته است. امروز ما خوشحالیم که صنعت هسته‌ای ما محصولات خود را به دنیا صادر می کند و در مسیر تجارت بین المللی قرار گرفته است. ما آب سنگین تولیدی دانشمندان جوان عزیز این کشور را به آمریکا و روسیه صادر کردیم و به کشورهای دیگر صادر می کنیم. ما در زمینه راکتور عراق به باز طراحی جدیدی دست یافتیم و راکتور عراق مدرن تر از گذشته بازسازی و کامل خواهد شد. ما در زمینه سانتریفیوژ به یکی از مدرن ترین سانتریفیوژها دست یافتیم، به سانتریفیوژ IR8. سه سال پیش اون زمانی که می گفتم در کنار گردش اقتصاد سانتریفیوژها هم خواهد چرخید، فکر نمی کردم که دانشمندان جوان ما از IR2، IR3، 4، 6 عبور کنند و امروز به IR8 برسند که در هفته های گذشته UF6 به این IR8 ها تزریق شد. این به معنای پیشرفت جوانان، دانشمندان ما در مسیر علوم و دانش و هسته‌ای است. ما امروز حق خود را در هسته‌ای باز پس گرفتیم. ما در شرایطی هستیم که از اول انقلاب تا امسال، تا پایان سال گذشته، حتی یک گرم کیک زرد وارد کشور نکرده بودیم. بدخواهان ما نمی گذاشتن معامله و تجارت را در این زمینه در برابر مردم ما سد کرده بودند. ما به حول و قوه الهی بیش از 350 تن اورانیوم در عرض این چند ماه و کیک زرد وارد کشور کرده ایم. ما اون چه که بنابر فشار ظالمانه بدخواهان نفت ما، میانات گازی ما محدود شده بود، مسیر را برای رشد تولید باز کردیم. مردم ما، میانات و نفت خام ما در یک سال پیش 1,200,000 بشکه صادر می شد. امروز 2,800,000 بشکه، یعنی بیش از دو برابر، 2.3 برابر نسبت به یک سال پیش. اونهایی که می گویند ملت ایران در حال پیشرفت نیستند، به این آمار و ارقام توجه کنند. بدخواهان خارج نشین که الغا می کنند در طول 38 سال پیش ما به سمت پسرفت و عقب ماندگی بودیم، به این آمار توجه کنند. ما در اوپک و در اجلاس اوپک حق ملت ایران برای تولید نفت و صادرات نفت با دیپلماسی موفق نفتی پس گرفتیم. این افتخار ملت ما هست. ما 1,700,000,000 از اموال ما که آمریکایی‌ها در بانک‌های خود
نگه داشته بودند از اونها بازپس گرفتیم. ما خیانت آمریکا نسبت به ملت ایران، ما در برابر آمریکایی که به حقوق ملت ما تجاوز کرده بود و با دادگاه‌های ساختگی خود در سال‌های گذشته در دهه 80 اموال ما را غصب کرده بود و در ماه‌های اخیر اون را تصاحب کرد، شکایت اون را در هفته‌های گذشته در دادگاه بین المللی لاهه ثبت کردیم و تا دستیابی به حقوق ملت، حقوق دانان ما، سیاست مداران ما، دیپلمات های ما از پای نخواهند نشست. ما هنوز در این جامعه مشکلات فراوان اجتماعی داریم، ما هنوز حاشیه نشینی داریم، ما هنوز اعتیاد داریم، ما هنوز طلاق فراوان داریم، ما هنوز بیکاری داریم، ما هنوز فقر داریم. این به اون معناست که راه انقلاب را با مدیریت جهادی باید ادامه دهیم، ادامه خواهیم داد. ما علارغم بدخواهان به همه اهداف بلند انقلاب ما به حول و قوه الهی دست خواهیم یافت. مردم ما بدانند که اگر ما میخواهیم پیشرفت کنیم، راهش اتحاد است، راهش انسجام است، راهش اخلاق است، راهش اعتماد به همدیگر است، راهش کمک دولت است، راهش وحدت قوای سگانه است که به حمدالله رابطه خوبی بین قوای سگانه، بین قوای سگانه، نیروهای دیگر، نیروهای مسلح، بین همه اونهایی که امروز مدافع این سرزمینند و مدافع ملتها و مدافع حرم و مدافع مقدسات هستند. عزیزان من، جوانان، انقلابیون، دانشگاهیان، فرهیختگان، همه بدانیم هر کس سیاه نمایی می کند انقلابی نیست. هر کس در فکر دو قطبی کردن جامعه ماست انقلابی نیست. هر کس دنبال تنش در این جامعه است انقلابی نیست. جوانان، ما برای انقلاب معیار داریم. معیار انقلاب ما خط امام است، راه امام است. معیار انقلاب ما خط مقام معظم رهبری است. معیار انقلاب ما قانون اساسی است. سلیقه ها نباید معیار باشد، جناح بندی ها نباید معیار باشد، منافع شخصی نباید معیار باشد. ما امروز با مشکلاتی در منطقه و جهان مواجه هستیم، اما این ملت بزرگ و غیور ما با این حماسه امروزش و با حماسه هر روزش حراسی به دل راه نخواهد داد. ما با یک مشکلی مواجه هستیم. در منطقه ما بعضی از تازه‌کاران قدرت را در دست گرفتند. در دنیا هم، در آمریکا، بعضی از تازه‌کاران قدرت را در دست گرفتند. همه اونها باید بدانند در برابر ملت ایران تنها باید با احترام و تکریم با این ملت بزرگ حرف بزنن. این ملت در برابر تهدید پا
پاسخ قاطع خواهد داد. کسی که دولت را، نیروهای مسلح ما را تهدید می کند بداند ملت ما ملت یک پارچه است، ملت ما آگاه است و در برابر بدخواهان و دشمنان تا آخر ایستادگی خواهد کرد. ما مردمی آگاه و هوشیار داریم، منطقی فرهیخته دارند که بلوغ و تعادل خود و خردمندی خود را در بزنگاه‌های تاریخی به خوبی نشان دادند، هوشمندی خود را به خوبی نشان دادند. چند هفته پیش مردم در وداع از فرزند خود، از فرزند زمانه، در تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی هوشمندی، بیداری و آگاهی خودشان را نشان دادند. ما در برابر این ملت بزرگ باید سر تعظیم فرود بیاوریم. علی‌رغم برخی از ناملایمات، همواره پشتوانه انقلاب و نظام جوانان، نخبگان و فعالان سیاسی بودند و هستند و همواره اونها اهل وفا خواهند بود. ما در برابر هر گونه تهدید و نابخردی و آتش افروزی با خرد، با استقامت، با ایستادگی، با قدرت خواهیم ایستاد. قدرت ما از قدرت ملت بزرگ ماست. ما دنبال تنش و تشنج در منطقه و جهان نیستیم، اما در برابر اونهایی که چشم طمع به کشور ما داشته باشند با قدرت ایستادگی میکنیم. ما در برابر زور و هر تهدیدی تمام جناها، تمام جوانها، پیر و جوان، روستایی و شهری یک صدا هستیم و به همه بدخواهان میگوییم اینجا ایران بیشه شیران است. هیچ کس نمیتواند چشم بدی به این کشور بزرگ و عزیز ما داشته باشد. ما در ماهای آینده قدرت خودمون را مثل امروز در پای صندوق آرا، در برابر بدخواهان، در برابر قدرت‌ها استکبار جهانی نشان خواهیم داد. زبان گویای ملت ایران صندوق رای خواهد بود. ما در پی ساختن کشور بزرگ ایران، ایرانی آزاد، آباد و مستقل هستیم. ما همه در پیروی از رهبری معظم انقلاب، در پی اجماع و آشتی و انسجام ملی هستیم. پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب هدف بلند ماست. ما به 38 سال انقلابمان افتخار میکنیم. به تلاش پیگیر 3.5 ساله دولت ما و ملت ما که در کنار رهبری بودند ارج میدهیم و آینده ما آینده پر امید خواهد بود. به حول و قوه الهی شاد و موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.